شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی گلزار شهدای کرمان در مسیر منتهی به مزار حاج قاسم. نیروهای امنیتی مردم دعوت به آرامش میکنند. مردم حراسان و ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابونه اصلی، خیابان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهدا است. امروز کرمان 13 دی 1402. بذار توضیح بدم. چرا سوالش کردی؟ موجی هستی سوالش کردی؟ ما حاضر نیست 15 آقا همه دارن فرار میکنن. نمیدونم پارچ شما تو بچ خیلی کوچیکو پارچ رو اونجا بره بیادش. شما خودت چطوری حالا؟ 15 رو بسم الله الرحمن الرحیم. پشت سر من نقطه دوم انفجار رو که ورودی گلزار شهدای کرمان مشاهده میکنید. طبق شنیده های من میگن که عامل انتحاری بوده ورودی اول توی بخش پیاده رو گلزار که موکوا بودن. عامل اول اونجا منفجر شد، بعد چند دقیقه 5-6 دقیقه حدودا توی ورودی اینجا که پشتم میبینید ورودی ماشین های گلزار منفجر شد. 5-6 تا ماشین آسیب دیدم. چیزی که من دیدم شهید هم داشته، قطعا انشالله که نبوده باشه. هنوز عامل دقیقی به ما ندادن، خبر جدیدی باشه حتما بهتون چرا برای ما بگید. با احترام، متاسفانه در جلو مسجد بیروزی در طول مسیر گلزار شهدای کرمان یک صدای مهیب به گوش رسیده که بلا تیم کوهستان کرمان در منطقه حضور داشته و تیم واکنش داره. الان در حال تخلیه زخمی ها و افرادی که مصدوم شدن از منطقه هست. خب موج جمعیت بسیار بالاست و کار هم بسیار سخت. الان مسیرها مسدود شده به سمت گلزار شهدا. ان شاء الله بتونم اطلاع دقیق‌تری رو در خدمت شما باشم. الان خودتون تو محل حادثه اید دیگه، درسته؟ بله. الان مشخصه چه اتفاقی افتاده؟ صدای مهیبی واقعا اونجا شنیده شد، علی‌رغم همه موضوع امنیتی و ایمنی شنیده شده که در حال بررسی موضوع هست. خیلی سپاسگزارم جناب آقای فعلا. الان یعنی سخنگوی سازمان اورژانس کشور فعلا میگن 10 مصدوم داشته این حادثه، شده که بیشتر هم نشه. با همکاران ادامه خواهیم داد برنامه بالاتر.
الان هم ارتباطی رو گرفتیم با آقای دکتر صابری عزیز، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمان. می‌خوام در خصوص مصدومان و ابعاد این حادثه باشون صحبت کنیم. آقای دکتر صابری سلام، توضیح بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و توصیه‌ای اگه هست در خدمتتون هستیم و می‌شنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همونطور که اعلام فرمودید، متأسفانه در دو نقطه از مراسم برگزاری مراسم سالگرد سردار سلیمانی بمب‌گذاری صورت گرفته، یکی در محدوده نزدیک گنبد جبلیه و یکی هم در نزدیکی گنبد تخت دریاقلی بک. متاسفانه تا این لحظه حداقل تعداد کشته های ما قریب به 20 نفر خواهند بود و تعداد مجروحینی هم که ما به انتقال به بیمارستان دادیم بالغ بر 20 مجروح ما به بیمارستان ها انتقال دادیم.